اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی. با درودهای فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید. امروز پنجشنبه 21 نوامبر 2013 مطابق با 30 آبان 1392 هستش. این روزها سالگرد زنده یاد دکتر ساعدی هستش، 28 سالگرد زنده یاد دکتر ساعدی هستش. در اکثر شهرهای بزرگ دنیا که ایرانی ها هستند، یادبودها و یادمان دکتر ساعدی برقرار میشه و به خاطر همین هم امروز برنامه به اصطلاح امروز رو مشخصا در رابطه با زنده یاد دکتر ساعدی صحبت میکنیم، اکثریت به اصطلاح یک ساعت برنامه رو. به خاطر همین از دوست بسیار خوبم که خوشبختانه در شمال کالیفرنیا مقیم هستن، یعنی آقای ناصر رحمانی نژاد، از ایشون خواستم که تشریف بیارن در استودیو و با هم صحبت کنیم، چه در رابطه با دکتر ساعدی و چه در مسائل هنریشون و چه مسائل اجتماعی دیگه. به خاطر این مسئله اجازه بدین که یکی از معروفترین به اصطلاح برنامه‌هایی که سالیان سال پیش، خیلی سال پیش، اوایل بعد از انقلاب درست شد، فیلم معروف اوتلو در سرزمین عجایب بود که ایشون نوشته بودن این برنامه رو، این سناریو رو، و دوستان دیگری من جمله آقای رحمانی نژاد در این فیلم نقش داشتن. ایزه بدین مقدار کوتاهی از این فیلم رو نمایش بدیم در اول برنامه، بعد ایشون حسن در خدمتشون هستیم در استودیو و در این رابطه با هم دیگه صحبت میکنیم. و توجه داشته باشید به مقدار کوتاهی 2-3 دقیقه از این فیلم که باز هم برمیگردیم و در خدمت شما. امیدوارم که برنامه‌ای که امروز خدمتتون ارائه میدم مورد توجهتون واقع بشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوش آمدید حضرت حجت الاسلام. این مراجعه نجامه شونید شدید اساتید محترم، لطف فرمودید، قلم رنجه فرمودید به این مرکز فرهنگی و ما همگی از شما متشکریم. بنده خیلی متشکرم. انشاءالله که همه در خدمت اهداف انقلابی ما باشد این مراکز. حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای
آقایان از بازیگران بسیار مؤمن و مسلمان هستند که قرار است یک نمایشنامه بسیار بزرگ را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ما به روی صحنه بیاورند و از شما تقاضا کردند تا از حضورتون مستفید و ارشاد بشوند. البته خود بنده محتاج استفاضه و ارشاد هستیم، ولی با بضاعت مزجات مختصری که داریم حتما دریغ نخواهیم کرد. متشکرم. برادران و خواهران قبول کردن که تمام اصول و ضوابط هنر اسلامی رو در پیش برد اهداف ما رعایت کنند. بنده فضولتا عرض میکنم با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، در خدمت آقای ناصر رحمانی نژاد هستیم. آقای رحمانی نژاد سپاسگزارم که واقعا این دعوت منو قبول کردید. میدونم که درسته که در شمال کالیفرنیا شما هستیم، ولی باز هم شمال کالیفرنیا نمیدونم خیابون بغلی نیستش، راه خیلی طولانی شما پیمودین و سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین و تشریف آوردین به استودیوی ما. خواهش میکنم. اولا بسیار ممنونم که این فرصت رو به من دادید که در خدمت بینندگان عزیز تلویزیون باشم. خواهش میکنم و امیدوارم که حضور من در اینجا بتونه با معنا باشه، بتونم شکی حتماً شما میخواید. خواهش میکنم. ممنونم، متشکرم از لطفتون. بینندگان عزیز، آقای ناصر رحمانی نژاد حتما در شمال کالیفرنیا و در مجموعه کالیفرنیا در یادمان کشتار دهه 60 که از سخنگویان برنامه‌های مختلف در شهرهای مختلف بودن، من جمله سن حوزه و ساکرامنتو و دیگر شهرهای دیگه. ایشون هنرمند، فرقشون با بنده این است که شما هنرمندی، من هیچ هنری ندارم. خواهش کنم. سیاسی، اهل سیاست و انسانی دموکرات و طرفدار عدالت اجتماعی. اگر من بپرسن که چه خصوصیاتی ایشون دارن، من این جدی بدونه در واقع اگر در دو کلمه بخوام من اینو توضیح بدم خدمت هر کسی که بپرسه، میگم انسانی هستن موجه با خصوصیات پسندیده. بفرمایید. من کم گفتم، حالا شما خواهش کنم قبل از اینکه بپردازیم به اصطلاح برنامه امروز، لطف کنید و بیشتر برای بینندگان توضیح بدید که در رابطه با خودتون خیلی روشن از اول بچگیتون اصلا چه شد که شما هنرمند شدید، یا در واقع خب شما یه فعال سیاسی هم هستید یا بودید، همیشه هم هستید؟ بعد در واقع اینطوری باید بگم که من به معنای دقیق کلمه فعال سیاسی نیستم، اما سیاسی فکر میکنم، چون درگیری مسائل اجتماعی و به خصوص اگر کسی مثل من با تئاتر که زنده ترین، گویا ترین و اجتماعی ترین هنر هستش بین هنرها، بخواد که سوای مسائل هنری یا سوای اون چیزی که عموماً در تئاتر ایران امروز به خصوص یا به طور کلی در جهان تئاتر رو یک چیز هنری به معنای یک جور هنر ناب، هنر خالص، برکنار از مسائل اجتماعی، به خصوص برکنار از مسائل سیاسی میبینن، نبینه. من رشد و نموم بگم در تئاتر طوری بوده که با مسائل اجتماعی ناگزیر سر و کار داشتم. صحیح. خب زمینه‌هاش طبیعیه که پیش از اینکه من وارد تئاتر بشم به عنوان دانشجو آغاز بکنم، خب یه سری زمینه‌های اجتماعی رو مثل هر آدم دیگری کسب کرده بودم. یه سری مسائل رو می‌دیدم با توجه به همون خواستگاه اجتماعی خودم، یه جور بگم ارزیابی یا یه جور قضاوت یا یه جور نگاه خودم رو داشتم، مثل هر آدمی که صحیح تو جامعه خودش مسائل رو میتونه نگاه کنه، معنا کنه، تفسیر کنه، تعبیر کنه. خب من یه زمینه‌هایی داشتم، به همین دلیلم وقتی به تئاتر رو آوردم
سراغ گروه تئاتری رفتم که به اصطلاح با سلیقه من، با فکر من، اندیشه من یه جور همخوانی داشته، تقارن و هماهنگی داشته باشه. و تصادفاً این تئاتر، تئاتر آنهایتا بود که توسط مصطفی و مهین اسکویی در سال 1337 تأسیس شد در یوسف آباد در تهران. و اینها به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی که خودشون داشتن بعد از کودتای 28 مرداد ایران رو ترک کرده بودن، به شوروی رفته بودن. در شوروی سیستم استانیسلافسکی رو 6 سال تحصیل کرده بودن و هر دوشون به عنوان کارگردان به ایران برگشته بودن. البته مستقیما از شوروی سابق به ایران برنگشتن، به آلمان رفتن، چند سال در آلمان بودن تا مقدمات ورودشون رو به ایران فراهم بکنن، که فراهم کردن که چون از اونجایی که هیچ کدوم اونها از اعضای حزب توده نبودن، ولی به یک نحوی به خصوص که با تئاتر سعدی که کارگردان و سرپرستش عبدالحسین نوشین بود که عموماً یا از اعضای حزب توده بودن یا یک جوری با حزب توده رابطه داشتن، این دو هم همینطور، ولی از اونجا که عضو حزب توده نبودن تونستن که به اصطلاح دوچار اشکال سیاسی نشن در اون رژیم. و یا شاید هم یک مسئله دیگری بوده در پشت پرده که من اطلاع ندارم. درست. به هر صورت بدون این که دوچار اشکال جدی سیاسی بشن، اینا تونستن تئاتر آنهایتا رو تأسیس کنن و با همون روشی که تربیت شده بودن، آموخته بودن، هنرپیشه تربیت بکنن. درست. و کلاس‌های دو ساله بازیگری تأسیس کردن و در جوارش هم تئاتر بود که شبها نمایش روی صحنه می رفت. من از اونجا کارم رو آغاز کردم. صحیح. از سال 1338 در تئاتر آنهایتا و تحت همون سیستم استانیسلافسکی پرورش پیدا کردم. سیستم استانیسلافسکی از اونجا که تحلیل نمایشنامه و تحلیل و به اصطلاح بررسی کاراکتر و ارزیابی مسائل و موقعیتی که شخصیت نمایشنامه درش قرار میگیره، همواره با مسائل اجتماعی و خواستگاه‌های کاراکترها، شخصیت‌های نمایش سر و کار داره، به طور طبیعی یک دید اجتماعی به وجود میاره. من با توجه به زمینه‌های قبلی که داشتم و با توجه به این نوع پرورش بازیگری، ناگزیر یا به دلخواه کشیده شدم به مسائل سیاسی. صحیح. ولی هیچگاه من تا امروز عضو هیچ یک ساز، هیچ یک از سازمان‌های سیاسی ایران نبودید. یا در خارج نبودم. بله. عضو هیچ حزبی نبودم، اما نظر سیاسی داشتم و کوششم این بوده که در تئاتر همواره با مسائل اجتماعی و سیاسی زمانه خودم پاسخ مسائل در حد خودم بدم. خواهش می‌کنم. بله. به حال طبق فرمایش خودتون هم هنرمند از اونجایی که یک طبع به اصطلاح حساسی داره، خواهی نخواهی به مسائل اجتماعی بیشتر جذب میشه و تأثیر بیشتر میذاره روی هنرمندا، چون اکثریت به ویژه هنرمندان تئاتر ما، تئاتر قبول دارم حالا فرقش با سینما خیلی زیادتر هستش، شخصیت هایی که توی تئاتر هستن، تجربه تاریخی ما هم اینچنین بودم که شما هم اشاره کردین از سابق، خواهی نخواهی به مسائل اجتماعی بیشتر توجه میکنن یا ناملایمات اجتماعی بیشتر روی این هنرمندان تئاتر تأثیر میذاره و در آثارشون انعکاس شکی نیست. بلد. درسته. پس در واقع دلیلش که شما خب به هر زمینه‌های سیاسی شما داشتید، که یعنی زمینه اجتماعی هم دیگه که به تئاتر، چی شد که شما اساسا به تئاتر و هنرپیشگی چیز کردید، روی آوردید، یعنی از دوران نوجوانی بچگی یا البته این سوال حتما خودتون توجه دارید خیلی پیچیده است که آدم به اصطلاح، چون پاسخ درست و دقیق و کامل این سوال برمیگرده به یه سری
مسائل گذشته خانوادگی اون فرد و مسائل اجتماعیش، برخوردهای اجتماعیش، مدرسه و خیلی چیزهای دیگه. شکی نیست. غیر از این مسائل که مسائل اجتماعی خانوادگی هست، یک سری مسائل روانی هستش که در هر انسانی به نوعی در اون به اصطلاح کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی که قرار می‌گیره، این روان انسان چگونه شکل بگیره و گرایشات هر آدمی به چه سمتی به اصطلاح جهت پیدا بکنه، چقدرش میتونه مربوط به ژن انسان باشه، چقدرش میتونه مربوط به مسائل اجتماعی و محیط رشدش باشه. اینا مسائل پیچیده‌ای که طبعا پاسخش دشواره، ولی من همینطور میتونم بگم که من اولین به اصطلاح کار تئاتری به معنای داخل گیومه بگم تئاتری در کلاس دوم دبستان بودم که یک معلم سرودی داشتیم، یه نمایشنامه‌ای با بچه ها کار کرد که منم اون وسط یه نقش کوچولویی داشتم در تهران. در تهران بود. این اولین به اصطلاح تجربه تئاتری من بود در سن 8 سالگی. بعد گذشت ها من بعدها خب رفتم وقتی تحصیلات ابتداییم رو تمام کردم رفتم هنرستان صنعتی یا مدرسه آلمان ها که بله. اون موقع میگفتن نارمک بوده نشه در قوام سلطنه بود. سالهای سال پیش از اینکه نارمک رو تأسیس بکنن بله. که اصلا سیستمش فرق میکرد، معلمین ما بخشش آلمانی بودن، بخشش بله. از فعالان و نامداران عرصه ادبی و هنری ایران بودن، از جمله بزرگ ادبی که از معلمین هنرستان صنعتی بود، دایی بزرگ علوی، پرتو علوی یکی از معلمین دیگه بود. عرض می شود که یک شخصی به نام فامیلیش رو من می دونم مهندس انصاری بود که آثار گورکی رو ترجمه می کرد، خیلی معروف بود، اون از چپ ها بود، اون هم در هنرستان صنعتی معلم فنی بود. بله. میمایوشیش در یه دوره معلم ادبیات بود در هنرستان صنعتی. غیر از اون از دانش آموزانی که از هنرستان در آمدن خیلی هاشون به اصطلاح از نام داران بودن، مثلا آقای نصرت الله کریمی بله. از فارغ التحصیلان هنرستان صنعتی بوده، هوشنگ بهشتی از هنرپیشگان قدیمی، اون همینطور محمد تقی کهنمویی، همینطور مصطفی اسکویی، همینطور بعد عرض می شود من به عنوان یه دانشوی بعد از اونها، نسل بعد از اونها وارد تئاتر شدم. در عرصه سیاسی همینطور مصطفی شوایان یکی از کسانی است که از اون مدرسه فارغ التحصیل شد، 2 سال از من جلوتر بود. صفایی فراهانی از اون مدرسه فارغ التحصیل شد و خیلی کسای دیگه که وارد عرصه سیاسی شدن، دیپلماتیک شدن مثلا. مدرسه خیلی خیلی عجیب غریبی بود و بسیار متفاوت از لحاظ روابط داخلی، روابط دانش آموزان با هم، هنرجویان میگفتن، هنرجویان روابطشون با معلمین و خود معلم‌ها اصلا یک ترکیب متفاوتی بود. منتها این سیستم رو بعدها عوض کردن. درست. از دیگه از پس از ششم ابتدایی نمیگرفتن، از سیکل میگرفتن. درست. 3 سال شد دورش به جای 6 سال و خیلی تفاوت کرد. یکی دوتا شبیه اونم ساختن. در این مدرسه به لحاظ به اصطلاح عرصه وسیع‌تر اجتماعی که ما داشتیم هم با مسائل سیاسی من درگیر شدم، برای اینکه بخش مهمی از بگم دانش آموزان سیاسی در اون مدرسه بودن. صحیح. همیشه جز اولین مدرسه هایی بود که اعتصابات دانش آموزی رو راه مینداختن و توی هنرستان فعالیت سیاسی خیلی باب بود. من اولین فعالیت‌های سیاسیم رو از همون مدرسه، از کلاس دوم هنرستان صنعتی شروع کردم. بله. حوزه فعالیت داخل خود هنرستان. صحیح. آدمایی بودن کار می‌کردن و یک تئاتر هم در همون جا من دوباره باز به وسیله یکی از معلمینمون که نمایشنامه نوشته بود من رو هم خواست برای بازی که بله. اونجا من شرکت کردم. ولی از کلاس بگم سوم چهارم هنرستان، یعنی از سنین
14 15 سالگی من حدودا میدونستم که چی میخوای، برای اینکه اون موقع خیلی خیلی متاسفانه کتاب تئاتری، متن تئاتری از لحاظ تئوری نایاب بود. دو تا کتاب در اون زمان وجود داشت که هر دوش کتاب‌های زاله و نایاب بود. یکیش هنر تئاتر نوشته عبدالحسین نوشین، یکیش تکنیک تئاتر نوشته حسین خیرخواه که اونم از هنرمندان بزرگ تئاتر سعدی و از توده‌های قدیم بود و اینها. این دوتا رو ما مجبوریم، من یکی از اون کسانی بودم که دنبال کتاب‌های زاله زیاد می‌رفتم به قیمت چند برابر تو این دستفروشی‌ها، کتاب به دیوار کتاب تخته می‌ذاشتم، این حرفا اونجاها گیر می‌آوردم و این دوتا کتاب رو هم من به این ترتیب گیر آوردم که اینها خوراک فکری من بود. غیر از اون که خیلی مهم بود برای من، از اقوام نزدیک پدری من عبدالوهاب شهیدی در جامعه باربود کار میکرد با برادرش آقا جان شهیدی که این هر دو هنرپیشه بودن و در این حال عبدالوهاب شهیدی هم خواننده هم آقای شهیدی بله. که معروف هستن بله هم بازیگر. من از کودکی تمام نمایشنامه های جامعه باربود رو به وسیله عبدالوهاب شهیدی و پدرم میرفتیم میدیدیم. صحیح. یعنی من با تئاتر یک جوری در حاشیه آشنا بودم. صحیح. درسته. که برای من جاذبه عجیبی داشت. شبهایی که میرفتم تئاتر، اون لابی، اون سالن انتظار، زنگی که میزدن که برای ورود به خود سالن و بعد انتظاری که پرده بره بالا، اینها تمام لحظات بسیار جذابی بود برای من که من لحظاتش رو تا امروز لذت می‌بردم. با تئاتر به این ترتیب من آشنا شدم. صحیح. یعنی می‌رفتم تئاتر، من از سنین 14 15 سالگی دیگه خودم یک تماشاگر تئاتر شده بودم، به صورت حرفه‌ای می‌رفتم می‌دیدم اینها و در نتیجه برخلاف آرزوی پدرم که خیال میکرد یا میخواست که من بعد از هنرستان صنعتی مثل بسیاری هنرجویان دیگه میرم مهندس میشم، من میدونستم میرم تئاتر بخونم. صحیح. و پدرم هم البته هیچ حرفی نداشت خوشبختانه، میگفت من دلم میخواد این مهندس بشی، اما اگر تو میخوای بری تئاتر از نظر من هیچ اشکال نداره. این شد که من وارد این عرصه خوفناک شدم که نتونستم نون خودم رو از این تئاتر در بیارم. خب و نه افتخاری، بلکه برعکس چوبش رو خوردم، شکنجه شدم، زندانش رو رفتم. دقیقاً در اون رژیم. البته همون مشکل جامعه ما این هستش که تو زمینه‌های نه فقط تئاتر و به حال هنر، تو زمینه‌های دیگه هنر هم تا به حال همیشه کمبودهای موجود بوده. بله. نظر مسائل حد اقل اولیه زندگی، چه موسیقی، چه تئاتر، چه سینما، به خصوص اون سینمای بازاری که بعداً حالا بله. به موقعش فرصتی هست در خدمتتون بازم در اون صحبت خواهیم کرد. و معمولاً درسته تمام نویسندگان ما به حال همین کمبودها رو داشتن در جامعه متاسفانه. بله. به خصوص کسانی که اگر به اصطلاح میخواستن وارد مسائل اجتماعی بشن و دردهای اجتماعی بیان بکنن در هنرشون، اینها مسلما با مشکل مواجه میشدن. بله. خب امروز به حال ممکنه وقت ما کم باشه، ولی من از شما میخوام که باز هم تشریف بیارین توی استودیو و با هم دیگه بازم بیشتر صحبت کنیم. خیلی زمینه های وسیعی هستش در رابطه با مسئله هنر در جامعه خودمون، چه گذشته چه الان، به خصوص که میشه صحبت کرد پخش کردش. این هستش که امروز رو فقط یه آغازی اگه به این فرمش بیان بکنیم بتونیم بعدها در این رابطه صحبت کنیم و حتما خواهان این هستم که از تجربیات شما، از به حال مسائلی که شما مطالعه داشتید و دارید و در واقع مسائل حتی اجتماعی در رابطه با مسئله هنر با شما بازم صحبت با کمال متشکرم از لطفتون. بیاریم بحث رو در جایی که بتونیم به زنده یاد ساعدی هم
رسیم صحبت کنیم امروز، چون به حال نیست که در رابطه با اینجور انسانها همیشه میشه صحبت کرده، شکی نیست، داریم هنوزم حرف خواهیم داشت، صدها سال دیگه هم اگر کسانی بشناسن مثلا دکتر سعیدی رو میتونن در موردش صحبت بکنن. بله. یا گذشتگانی که اون هم نیستن امروز همیشه صحبت میکنیم. این استش که ولی امروز به خصوص در رابطه با این 28مین سالگرد فوت ایشون میخواستم بیشتر شما که به حال نوعی در تماس بودید و کار میکردید از همین مثلا این رابطه رو بیشتر برای بینندگان صحبت کنیم. میخوام به قول معروف این دوران گذشته رو بپریم برسیم به دوران بعد از انقلاب. بله. فعالیت های شما در بعد از انقلاب چی بود؟ حالا اگه فرصتی شد برمیگردیم به فعالیت های قبل از انقلاب و دوران زندان و دوران مسائل مختلف که میگم که خیلی داستان های دیگه ای داره. این هستش که برسیم به این مسئله لااقل. چگون چی شد شما به اصطلاح در چه رابطه ای با دکتر سعیدی آشنا شدید؟ رابطه حرفه‌ای بود در واقع. من پیش از اینکه در خارج از ایران در دوران تبعید همکاری نزدیک با دکتر سعیدی داشته باشم، در ایران پیش از انقلاب با هم دوست بودیم به دلیل کار تئاتر. ایشون یکی از مهمترین و بزرگترین نمایشنامه نویسان ایرانی پزشکم بودن. بله و تا امروز هنوز همچنان جایگاه والای خودشون در عرصه نمایشنامه نویسی ایران دارن. بله. و در رابطه با تئاتر من آشنا شدم با دکتر سعیدی، شادگردان دکتر سعیدی. بعد این رابطه بود، طبعا اونم میدونید آدمی بود که با مسائل اجتماعی سر و کار داشت، در تمام آثارش انعکاس دردها و مسائل و مشکلات اجتماعی منعکس بود. درست. و این شاید رابطه ما رو نزدیکتر میکرد. و تا اینکه اون به اصطلاح انقلاب اتفاق افتاد و همه کسانی که به نوعی کوشش میکردن جهانی یا حداقل نظامی در داخل مملکت خودشون به وجود بیارن که برای این قیمت بیبهایی هم پرداختن، نظامی بیاد که عدالت اجتماعی، حرمت انسانی اینها مطرح باشه، متاسفانه اون نشد. با توجه به دستهایی که خارج از ایران پشت این داستان بود و با توجه به اون بگم عمق و بستر اجتماعی آماده عقب مونده‌ای که جامعه ایران متاسفانه داشت که تونستن ملاها حاکم بشن. حاکم بشن که اون هم البته حالا وارد تحلیل های سیاسی نمیخوایم بشیم که اونم همه میدونن امروز دیگه پس از 35 سال که نتیجه اون نظام قبلی بود که کوچکترین نفس رو خفه میکرد، یک اعلامیه، یک کتاب، 10 سال، 3 سال، 1 سال زندانی داشت، شکنجه داشت، همه حتی تیپ های ملی رو، ملیگیره ها رو خفه کرد، چپ رو که نابود کرد و تنها نیروی رو که رها کرد و امکان داد و بودجه داد مذهب بود، آخوندها بودن، مساجدشون، هیئت‌هاشون، محرمشون، سینه‌زنی‌هاشون، زنجیرزنی‌شون، غمزنی‌شون، همه اینها به راه بود. بودجه داشتن از طرف سازمان برنامه، از طرف دربار بودجه داشتن، از طرف اوقاف داشتن، املاک داشتن. یعنی هم از لحاظ اقتصادی همین بودن، هم از لحاظ آزادی اجتماعی. در چه این نیرو رشد کرده بود در سال 57 نیروی چپ یا ملی نمیتونست از پس اینها بر بیاد، نیروی نبود که در قبال اینها ارزندام بکنه. بنابراین خمینی به عنوان رهبر این انقلاب سوار موج شد و پیروزی به دست اونها افتاد. و در نتیجه آدم هایی مثل سعیدی و امثال اون آواره شدن. بسیاری که گیر کردن کشته شدن. درسته. و بسیاری که تونستن نجات بدن خودشون رو از ایران فرار کردن. همه خود ما ها همه. بله خود ما. و بعد در فرانسه، من در پاریس و به لحاظ دوستی سابقی که با سعیدی داشتیم روابط
ادامه پیدا کرد طبعا. و من طبعا به عنوان یه تئاتری میخواستم کار اجرایی بکنم، میخواستم کار ببرم روی صحنه مثل خیلی تئاتری های دیگه در کشورهای دیگه در همونجا. ولی مهمترین چیزی که مشکل ترین چیزی باید بگم که ما داشتیم مسئله متن بود. بله. ما متن نمایشنامه مناسبی که در شرایط جدید در تبعید بتونیم روی صحنه بیاریم نداشتیم واقعا. کارهایی کردیم پیش از اینکه نمایشنامه ساید در سال 85 کارهایی کردیم، مثلا اما نوروز و حاجی فیروز رو به عنوان نمادهای ملی که تبعید شده بودن ادغام کردیم با مسائل و مشکلات تبعیدیان در ایران. به این ترتیب از این کارها چند تا کردیم و موضوع رو هم در جلسات متعددی با دکتر سایدی و همچنین دوست قدیمی و نزدیک من محسن یعرفانی، یکی دیگه از نمایشنامه نویسان مهم ایرانی، مطرح کردیم و این هر دو تقبل کردن که برای ما متن بنویسن. درست. اولین نمایشنامه‌ای که از پس از اون جلسات اون صحبت‌ها نوشته شد نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب نوشته سایدی بود. بله. که ما دست گرفتیم و کار کردیم. نمایشنامه دوم بعد از اون نمایشنامه نوروز پیروز است مال محسن یلفانی بود که سال 86 من کار کردم. بله. و ولی نمایشنامه سایدی تا امروز به نظرم میرسه، این که میگم نظر خود من نیست، چیزهاییست که من شنیدم، تا امروز به نظر میرسه که یکی از مهمترین نمایشنامه های دوره تبعید هستش. صحیح. که البته امروز دیگه ما چیزی به نام دوران تبعید یا هنر تبعید دیگه نداریم، برای این که آدم ها جا افتادن اینجایی شدن بیشتر تا ایرانی و یا با گرفتاری های اینجا درگیر هستن. صحیح. و در نتیجه چون این که عرض کردم من یه زمانی کار تحقیق روی تئاتر تبعید ایران رو شروع کردم. بله. و خیلی هم الان چیزایی مونده تا یه مرحله ولی تمام نشد و موند همینجور، ولی امروز دیگه تئاتر به معنای تئاتر ایران در تبعید وجود نداره. تا یه دوره‌ای وجود داشت، جا افتادن دیگه. آره. مردم. بله. بله. چون این رو این که عرض میکنم از روی تئاتر هست که ما میبینیم دیگه. درسته. بله. هیچ ربطی به مهاجرت و تبعید و غربت و از این داستان ها نداره. نیست. درسته. یه مسئله دیگه ایست که به قول خودشون باهاش حال میکنن ایرانی ها که میرن. بله. به تماشاش. بله. پولم بعضیشون در میارن، پولم در میارن، بلیط های گرون $100 هم میفروشن. خب اون وقت چگونه شد، یعنی آغازشو چگونه شروع کردید؟ نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب وقتی ما بار اول نشستیم خوندیم با حضور خود دکتر سایدی به نظر اون رسید جذابترین و مناسبترین نمایشنامه است، برای اینکه اولا از چند جهت این نمایشنامه تفاوت داشت با خیلی نمایشنامه های دیگه که تا اون روز همینجوری روی صحنه می آوردن. یک، جمهوری اسلامی هدف گرفته شده بود. دقیقاً. درست. دوم، سانسور و اون بینش تنگ مذهبی و اون ایدئولوژی که در واقع عامل اصلی تنگ نظری از یک طرف و سرکوب از طرف دیگه، سرکوب اجتماعی هست. درسته. این مطرح شده بود در این نمایشنامه در قالب بسیار بسیار مناسب تئاتری. بله. یعنی یه گروه تئاتری هستن که میخوان نمایشنامه اوتلوی شکسپیر رو روی صحنه بیارن. این اوتلوی شکسپیر که یه سبک بازی معینی داره مربوط به دوره الیزابت میشه و لباس معینی داره، زبان معینی داره، این به تدریج توسط سانسورچیای اسلامی به اصطلاح وزارت ارشادشون این استحاله پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه و میشه به تدریج مثلا کاسیو که یک جوان به اصطلاح نظامی با تئوری نظامی بسیار بسیار صحیح وارد مسلط و یک نظامی جنگنده بسیار ورزیده است، این باید تبدیل بشه به یک به اصطلاح
مثلا تواب یا خود اوتلو به عنوان یک سردار جنگی که پیروزی های بزرگی داشته برای ونیز در اون زمان، این باید تبدیل بشه به یک پاسدار جانباز جنگنده و جنگم بگه رحمت خداست و از این داستان ها. عرض میشد امیلیا یا بگم دزدمونا زن چیز باید بشه خواهر دزدمونا، چهار سرش کنه، مغنه سرش کنه، روش بپوشونه و از این قبیل. تمام اینا به تدریج طی این نمایشنامه موقعی که میان این سانسورچی ها ببینن استحاله پیدا میکنه، تغییر میشه به تغییر داده میشه به یک چیز نمایشنامه طنزی در درونش موجود بوده یا نه. بله میشه به قول خودشون تئاتر دینی تئاتر دینی، یعنی شکسپیر به این ترتیب که اون وقت طی نمایشنامه ما میفهمیم که اون وزیرش چقدر سواد داره، اون متخصص هنریش چقدر سواد داره، اون یارو نماینده وزارت اطلاعات هم یکی بودش، نماینده شورای انقلاب فرهنگیشون چقدر سواد داره وقتی اظهار نظر میکنن اینها. اینا طی این نمایشنامه نمایش داده میشه. یک از لحاظ فرم فرمی بودش که ما میتونستیم به اصطلاح سبک الیزابیتن رو ببینیم و بعد وقتی کار استحاله پیدا میکنه به چه صورتی در میاد ببینیم، و مهمتر از همه زبانی که ساعدی در اینجا که متفاوت از تمام نمایشنامه‌هاش هست به کار برده. اون زبان مذهبی که من این رو باید با جرأت بگم، بعد از صادق هدایت که به بهترین شکلی به دقیقترین شکلی زبان این اسلام عقب مونده فنتیک رو در آورده، به خصوص تو اون اثرش البعثة راجب صدور انقلاب اسلامی از این داستان ها که اصلا چندین سال پیش چند دهه قبل پیش بینی کرده بود. توی نویسندگان ایرانی بعد از صادق هدایت ساعدی به نظر من هستش که تونسته این زبان رو در همه این نمایشنامه در بیاره. صحیح. شیوهی که یک آخوند بیان میکنه یا یک مذهبی که اول به اصطلاح همشون میبینیم که یه آیه بلغور میکنن بعد با چه زبانی صحبت. بله بله. این زبان رو خیلی زیبا ساعدی موفق شده و در بیاره و یکی از نمایشنامه‌هایی است که به نظر من هر چه میگذره بیشتر کاملا صحیح. من بینندگان عزیز پیشنهاد میکنم که حتما اگر ندیدین، من این داستان من خودم حدود 23 سال پیش یا 27 سال پیش این دیدم میشه. سال 58 اجرا شد این. بله بله. من دیدم در خارج 85 که میشه 64. بله بله. بسیار زیباست. اگر قبل از این که در واقع این برنامه رو داشته باشیم صحبت میکردیم که روی یوتیوب کوالیتی و به اصطلاح خوب نیست از نظر مرغوبیت نمایشش، یعنی خود فیلمش. این استش که امروز من اتفاقا نگاه میکردم امروز صبح، بد نیست، میشه خیلی از نسخه هایی که موجود بود اون موقع ها من خودم دیدم به مراتب بهتر هست. بله، من بله. یه ویدیویی رو کریه کردم خیلی سال پیش بودش، همین شمال کالیفرنیا، و بسیار به اصطلاح خش داشت توش، خیلی اصلا نامعلوم بود شخصیت های داستان. این است که من خواهش میکنم حتما اگه علاقه مندین نگاه کنید، بسیار جالبه، بسیار با دید اون زمان در واقع نگاه. بله، کنید. بله. با اینکه به قول فرمایش شما هیچ تغییری نکرده و امروز بدتر هم شده. حالا به حال بحثی است که بعداً خواهیم داشت که در رابطه با مسائل هنری به خصوص تئاتر و سینما چه مسائل چه جریاناتی در ایران اتفاق افتاده. اگر اجازه بدین شما هم یه به قول معروف یه آبی بخورید که گلوتون تازه شه. مقدار کوتاهی از این اوتلا در سرزمین عجایب و اگر دوستان اتاق فرمان آماده هستن اینو بذاریم نگاه کنیم تا آقای رحمانی نجات هم در واقع استراحتی کنن، گلوی تازه کنن تا برسیم به بخش آخری برنامه. با ما باشید، ما برمیگردیم و برنامه رو ادامه میدیم.
بر علیه کفر و چه در جبهه های فرهنگ حق علیه باطل دایر بشویم انشاءالله. ابتدا عرض کنم که روحانیت همواره با فداکاری و تلاش عظیم ضامن سنگر جنگ و فرهنگ بوده است و هست و خواهد بود. اصلا که بنده بعد از خواندن اصول کافی سنت الاسلام کلیوی در مجلس آیت الله بهجتی رضی الله عنه و بعد از به پایان رسوندن کشف المراد فی تجرید و شرح تجرید الاعتقاد در خدمت مرحوم شیخ احمد طبسی و بعد از قرائت دقیق تمهید القواعد در حوزه قصبه لنگرو چندین سال هم در مکتب حاج ملا علی واعظ خیابانی در کهریزک علم دراماتیک آموختم و از این امر اسلامی اطلاعاتی دارم و بدین جهت عرض می کنم که درام و امر درام جزء واجبات شرعی است که مثل تمام امور شرعی الزامات دارید. یعنی ساده تر عرض کنم عشق التماسی یک امر شرعی است که الزامات داره. درام نیست، درست مثل عشق التماسی الزامات داره. الزامات درام اسلامی چه اصل باید داشته باشه؟ یعنی سه پایه؟ یعنی سه اصل یعنی سه روز به زبون سری سه پایه. منظور وحدت مکان و زمان و عمل حتما هست. آه روح من، فتنه اینجا خفته است، همه را او سبب شده. و شما این ستارگان آزرگین مپسندید با شما بگویم چه کرده است. همه را او سبب شده، اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفید تر از برف او را که چون مرمر بودگرام صاف است زعب دار نخواهم گفت. با این همه باید بمیرد وگرنه با دیگرام زعب. حجت الاسلام نظرتون چیه؟ والا بنده سر در نمیارم. هر که آن زن به شوهرش خیانت کرده، شوهر میخواهد جانش را بگیرد. صحیح. یک بار دیگر تکرار بفرمایید. روح من، فتنه اینجا. بله، به متوجه بودم. اون قسمت آخرش رو تکرار بفرمایید. اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفید تر او را زخم‌دار نخواهم کرد. با این همه باید بمیرد. باید بمیرد. ولی به نظر این عبد حقیر باید این چنین تغییر شود. بسم الله القاسم الجباری. این زر زاویه هنوز اینجاست، پشتش باوجهش بیکم و کاس. این زمان بهره حفظ بیزه دین بکشیدش به راقه شده بودید. نظر اساتی چیه؟ بنده همین نظر رو در تحقیقاتم عرضی کردم قربان. تازه صدای بنده گرفته بود. ولی چگونه میمیرد؟ خواهش میکنم برادر تو لون قهره نماز رو قرائت بفرمایید. تو نماز دست منا امشب نماز خوانده ای؟ بله سرور من. انشاءالله که مورد قبول واقع شد.
اگر مرتکب گناهی شده ای که از آن به درگاه خداوند توبه نکرده ای همین دم طلب آمرزش کن. مگر این خاج پرست ها بعد از نماز طلب آمرزش نمی کنند؟ یکی این چیزها رسونه ساج آقا. برادران و خواهران، بله به بنده تا یک ساعت دیگر باید در هیئت دولت در باره اعزام به جبهه جنگ حضور داشته باشم. خواهش مندم خلاصه بفرمایید. خواهش میکنم این دو قسمت رو توجه چشم زنه برد. به خدا سوگان دست ماریا که به تو بخشیده بودن به چشم خواهد دست کاسی ها دیده وقتی دیده میگه آسف کنم دستمال درست نیست، دستمال درست نیست، معانی مختلفی در کتب فقهی داره. چون این زن زانیه نمازخوان بوده حتما سجادش رو به اون برادر کاسه. خب با درودهای دوباره خدمت شما بینندگان عزیز در خدمت آقای رحمای نجات هستیم و در رابطه با سالگرد 28مین سال از دست رفتن زنده یاد دکتر ساعدی، پزشک، نمایشنامه نویس و نویسنده مال جامعه خودمون در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. بله. خب اگر اجازه بدین نیم مقداری در رابطه با این بیشتر شما نمایشنامه بله توضیح بدین که بریم برسیم به مشکلاتی که اساسا شما اشاره کردین به دوران قبل از انقلاب و مشکلاتی که موجود بوده. چون خودتونم به حال مسائل اجتماعی علاقه‌مند بودین و به حال بخشی از کارتون زندگیتون اصولا اون چی که لاقل من تعریف دارم، حالا شما میتونین اگر من اشتباه میکنم توضیح بدید، معمولا هنرمندان یک نوع دیگری به مسائل جامعه نگاه میکنند. طبعا به خصوص تئاتر با سینما خیلی فرق میکنه. بله. لاغر تا اونچه که من اطلاع دارم به حال و خیلی مسائل رو عمیق‌تر، چون وقت زیادی هم موجود نیست و وسائل زیادی هم موجود نیست در درون یک تا نمایشنامه. بله. محدودیت داره به اون سن یا اون جایگاهی که میشینن و صحبت میکنن یا مسائل رو بهش نگاه میکنن. سینما فرق میکنه، شما میان بیاین در بیرون از محوطه کار بکنید. بله. فیلم بگیرید و اول تمام مسائل رو بهتر میتونید نشون بدید. تئاتر نه، تئاتر دقیقا محدودیت دارین شما. حالا با چه ظرافتی این معضلات به خصوص اونهایی که به حال قصدشون این هستش که به اصطلاح به معضلات جامعه یا به کمبودهای جامعه به عنوان یک هنرمند مسئول برای به اصطلاح خودشون خواهی نخواهی فرق میکنه نگاهشون و نظرشون و در واقع چشماندازشون به مسائل اجتماعی فرق میکنه. این مسئله به نظر من وقت مهم هستش که به خاطر همین هم هستش که در سراسر گذشته از مثلا مسئله کار هنرپیشه‌های سینما و غیره، تئاتر جایگاه خودشو در تمام دنیا داره و به ویژه در جامعه خودمون که به حال هنر آنچنان، درسته که میگن خب خیلی ساله، ولی هنر آنچنان در واقع طولانی نیستش. تئاتر لاغت با اون فرمی که در جامعه ما مطرح هستش. بله. اگر بخوایم وحث کنیم به مثلا نمیدونم تعزیه خانی های گذشته اینا، نه من اونا رو تئاتر قبول ندارم. بله. گوش میدین، میخواستم ببینم وقت مشکلاتتون یا مسائلی که میخواستین اشاره بکنین بهش. بله. در حتی قبل از انقلاب اگه به اونام اشاره بکنید. به حال اینجوری نبود که میان به شما گفتن این نقش توه، این نقش شماست، بگیر اینو بخون، آماده کن و صحبت کن. نه، یه سری بحث موجود هستش. مسلمان. خب فرق میکنه با خیلی از به اصطلاح میگم صنعت فیلم و اینها. بله. میخواستم این رابطه ها رو چیز کنم به اصطلاح بیشتر برای بینندگان صحبت کنید شما. که چقدر شما میتونستین به عنوان یه بازیگر، اگر خودتون تهیه کننده بودین فرق میکرد، به عنوان یه بازیگر چقدر تاثیرگذار بودین تو این روند. همونطور که اشاره کردید
تئاتر با سینما یه تفاوت‌هایی داره. 100 درصد. به طور کلی تئاتر محدودیت‌های خودش رو داره. که سینما این محدودیت رو نداره. سینما میتونه دوربین رو برداره و هر جا و هر مکانی که میخواد بره در هر زمانی کارش رو انجام بده، فیلم برداری کنه. تئاتر به دلیل اینکه در یک مکان معین هست، اون مکان در وهله اول محدودش میکنه. درست. به همین دلیل هم قدیم، الان دیگه البته با تکنولوژی جدید به حال فرق کرده، هم تکنولوژی جدید هم به اصطلاح تحول فرم‌های جدید، شکل‌های نمایشی جدید. صحیح. که همونطور در همه چیز این اتفاق افتاده، در ادبیات، در شعر، در موسیقی، بله همینطور در سینما. امروز تئاتر اون تنگناهای گذشتهش رو نداره. در گذشته به اصطلاح این تنگناها محدود شده بود به یه قواعدی که گفته میشه قواعد ارسطویی، هم از لحاظ بینش به مسائل، هم از لحاظ قواعد تکنیکی. یعنی به این معنا که من به طور ساده و خلاصه بگم، هر نمایشنامه‌ای باید یک قوانینی رو رعایت میکرد که به این قوانین به طور کلی میگفتن وحدت سگانه. وحدت سگانه عبارت بود که تو اتفاقا تو همین نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب اشاره میشه و آخونده، یه تعبیر آخوندی خودشونه، بسیار زیبا. وحدت مکان، وحدت زمان و وحدت عمل هستش. این سه وحدت خیلی خیلی محدودتر میکرد تئاتر رو در گذشته، تا زمانی که به تدریج فرمای جدید و به خصوص از اواخر اواسط قرن 19 و اواخر قرن 19 و توی ربع اول قرن 20 این قوانین در هم شکست. صحیح. یعنی امروز اگر کسی در دانشگاه دانشکده تئاتری کسی بخواد اون قوانین سگانه رو در واقع تدریس بکنه، معلوم میشه مال 100 سال 150 سال پیش حداقل. برای آشنایی میشه رفت خونده اینا، ولی تدریسش امروز خیلی بی‌معناست. در نتیجه یه مقدار از تنگناهای گذشتهش در اومده تئاتر. یعنی میتونه با کمک نور، با کمک ماشین‌آلات صحنه‌ای، با کمک تعویض دو تا المان، دو تا عنصر صحنه‌ای، زمان رو عوض کنه. درست. مکان رو تغییر بده و همه چیز دیگه. به جای مثلا سه پرده یا چهار پرده که اون قوانین رو رعایت بکنه، میتونه 20 صحنه باشه. درست. در جاهای مختلف و داستان رو پیش ببره. این مشکلات رو تا حدودی از پسش برآمده تئاتر. اما مشکل اساسی که همچنان باقی مونده، مشکل این که تئاتر توده‌ای بشه، عمومی بشه، برخلاف سینما. سینما عمومیه به دلیل این که یه حلقه فیلم الان که یک سیدیه، بله الان که شما میتونید با یه دوی سالن 1000 نفره، 100 نفره، 50 نفره. درست. نمایش بدید، حتی تو منزل خود حتی تو خونه. بله. خونه ها رفته. یعنی سینما به دلیل تکنولوژی و تکنیک خودش توده ایست، یک هنر عمومی است. تئاتر این حالت رو نداره. شما باید به اصطلاح برنامه ریزی بکنید برای رفتن به یک نمایشنامه، دیدن یک نمایشنامه. شب معینی، آدمای معینی، جای معینی، نمایشنامه معینی، و بعد بلیتش، قیمتش گرانتر از سینما هستش. 100 درصد. بله. به همین دلیل تئاتر همچنان در یک به اصطلاح محدودیت‌هایی بگیم از لحاظ طبقاتی. بله. توی طبقه متوسط مونده و توده‌ای نشده. و همچنان تو همون طبقه متوسط چیز میکنه، کار میکنه. خب همین این مسئله تأثیر میذاره روی سوژه ها و موضوعاتی که باید انتخاب بکنه. درست. سینما چون توده‌ای هست میتونه هر موضوعی رو انتخاب. درست. بکنه. و چون اتفاقا میدونه که توده‌ای هست، توده مردم میان به دیدنش،
باید سلیقه عمومی رو در نظر بگیره. یعنی سراغ مسائل جدی اجتماعی کمتر میره. دقیقاً. تئاتر برخلاف این گرفتاری یا بگم گشایش، مسائل اجتماعی رو دقیق‌تر، درست، عمیق‌تر بررسی می‌کنه. اساساً بیشتر میره به طرف مسائل اجتماعی. موضوعاتش معلومه. این است که تئاتر این گرفتاری‌ها رو داره. کاملاً صحیح، درست. که حالا سوای این گرفتاری‌ها، حالا یه گروهی، یه سری آدمایی میخوان توی جامعه ما، یعنی مثل ایران کار بکنن. در گذشته، رژیم گذشته، دوره شاه، اون قوانین معین خودش رو برای سانسور داشت. بله. و که رعایت میکرد و آدم هم میتونست به اصطلاح میدونست که چه چیزایی هست. یا با کلک هایی از زیرش در بره، یا یک جوری از اونا صرف نظر بکنه. ولی گرفتاری های امروز رو که تئاتر ایران در دوره جمهوری اسلامی داره نداره. یعنی فقط دو نظام مختلف بر اساس ایدئولوژی نیستش. این تو تمام عرصه های اجتماعی زندگی مردم اثر میذاره. همونطور که ما تا البته الان یه مقدار فرق میکنه، ولی ما جز کسانی بودیم وقتی سالهای سال بعد از اون که حتی ما از ایران زدیم بیرون، مردم برای گوش کردن به موسیقی رعایت میکردن همسایه بغلی نشنوه که اینا چه نوع موسیقی رو گوش میدن. یا به تدریج طوری شده که مردم بیرونشون یک جوری دیگه است، داخلشون یک جوری دیگه است. در گذشته چنین مشکلی وجود نداشت. در گذشته تو بیرون همونقدر آزاد بودی که در داخل خونت. صحیح. امروز تفاوت میکنه. خب این تفاوت در تئاترش هم هست، در سینماش هم هست. صحیح. یعنی زن و شوهر در اتاق خوابشون نمیتونن مثل زن و شوهر طبیعی تو خونشون رفتار میکنن باشن. میگن تئاتر تماشاچی نشسته، بنابراین باید حجاب رعایت بشه، لباس تمام تا پنجه های پاش پشت باشه و اونجوری مثلا احتمالاً توی تخت بره و با یه فاصله معین. بله. به هر حال میخوام بگم که ایدئولوژی اسلامی در خصوصی ترین روزنهای خانوادگی و فردی شخصی نفوذ کرده و میخواد دخالت بکنه. اون وقت با یه چنین رژیمی تو میخوای کار تئاتر بکنی، باید ببینی که چه مشکلاتی. به همین دلیل تئاتر امروز ایران متاسفانه اولا شکل معینی نداره. یعنی شما اگر بخواید بگی که تئاتر ایران مثلا عموما گرایش عمومیش اینه، همچی چیزی وجود نداره. برای این که عجیب، هر آدمی بنابرای فهم خودش، بنابرای توانایی خودش سعی میکنه از این معضلی که گریبانش رو گرفته یه جوری از این چاله در بیاد. یک سری به خصوص جوانها متشبث به فرم شدن. درست. یعنی وقتی میبینن کلمه رو اجازه نمیدن، این کوشش میکنه به جای کلمه یه فرمی، یه حرکتی به وجود بیاره که بسیاری از این حرکات و فرمها در صحنه بی‌معناست. نه ربطی به موضوع نمایشنامه داره، نه ربطی به اون صحنه داره، نه ربطی به رابطه اون دوتا آدم داره، نه ربطی به تکست داره. بله. و هیچ چیز دیگه. فقط و فقط تلاش کرده یه فرمی رو کشف کنه، به دست بیاره، ابداع کنه که اون حرفی رو که ازش سانسور کردن یا نمیذارن بزنه، اون رو به تماشاگر برسونه. صحیح. خب با یه چنین وضعیتی تئاتر نمیتونه رشد طبیعی خودش داره. کاملا صحیح. درست مثل یک چی بگم، ما ضرب مثل داریم، میگن آشپز که دوتا بشه غذا یا شور میشه یا بی نمک. بله. اینجا متاسفانه دوتا هم نیست، یه کارگردان هستش که متنش رو داده به یه کسی، این میخواد حال کار. حالا اداره چیز هستش، منکرات هستش، نمیدونم مرکز هنرهای نمایشی هستش، وزارت ارشاد هستش، سانسور دارن، قوانین سانسور دارن که تازه بعد از 20 خورده ای سال شورای
به اصطلاح عالی انقلاب فرهنگی ضوابط سانسور رو برای نمایش این حرفا دادن. اینا یه چیزایی دستشونه، ولی با وجود این سلیقه‌ای هم هستش. صحیح. یعنی آقای مثلا فرض کنیم حاج حسن توبه خواه بره، یه آدم دیگه بیاد، دقیق فرق میکنه اون چیزا، اصلا سانسور یه چیز دیگه میشه. درسته. هم در سینماشه، هم در تئاترشه، هم در موسیقیشه، هم در کتابشه، همه چیز. این است که روزنامه ها وضعیت تئاتر امروز ما اینه و تفاوتاش خیلی متفاوته. من یه سوالی بکنم در این رابطه، بعد برگردیم. نوع سانسور در گذشته قبل از انقلاب، یک موجی در ایران به ویژه تو این چند ده سال گذشته، یه موجی در تمام زمینهای هنری ایجاد شد، یه موج نو، چه در مورد موسیقی، چه در مورد سینما، چه در مورد، من همه رو نمیگم، نمیخوام اصلا تطهیر کنم به هیچ وجه، ولی به حال در تمام این فرمایش که میگین شما درستم هستش، ولی عده‌ای سعی میکنن با این زبان استعاره در هنر یه نوعی به حال در برن از زیر این سانسور، یا یه لغاتی رو استفاده بکنن که همون مفهوم، درسته که به حال اون مفهوم نیست، اون لغت نیست، اون مسئله نیست، ولی یه عده‌ای دارن تغییر میدن، نوع دیگه دارن چیز میشن، او اینکه خود این استعاره برداشتای مختلفی میتونه ازش بشه، هر کسی بر پایه دیدگاه خودش یه نوع استعاره رو میفهمه اگر به زبان امروزی گویا نباشه. اینو شما در زمینه تئاتر چگونه نگاه میکنید؟ در زمینه تئاتر خیلی خیلی کم. ببینید برخلاف موسیقی مثلا، موسیقی الان خیلی، موسیقی یه زبانی است که به خصوص آخوند جماعت مثلا از حالیش نیست، هر چیزی آگاهی نداره. به همین دلیل هم اینا ایدئالشون اینه که اصلا موسیقی رو حذف بکنن. بارها هم تلاش کردن. درسته. بارها هم تلاش. همین یکی دو سال پیش بود، خامنه ای روز اون صندلیش که بالاتر از همه باید بشینه نشسته بود، اصلا گفت اینا میگن موسیقی سنتی، موسیقی نمیدونم ملی از این قبیل، ولی یه چیزای دیگه کار میکنن. یعنی از همینی هم که با این فشارها اومدن جلوش رو گرفتن، کوشش کردن رسمیش بکنن وجود داره، از همینش هم ناراضی هستن. درسته. ولی یک چیزهایی رو از همون اول جمهوری اسلامی به دلخواهش نبود، ولی حضور داشت و تن میداد. یه چیزهایی که به نفعش بود، مثلا فرض کنیم مثل ساواک، مثل ارتش، اینا رو به کار گرفت، ابزارهای سرکوبش. بله. یه چیزهایی رو که وجود داشت، یه جامعه قرنها زندگی کرده، یه هنری، یک فرهنگی به وجود آورده که اینو نمیتونه انکار بکنه. دقیقاً اون فرهنگ وجود داشت، ولی اینا کوشش کردن اینها رو دینیش بکنن. بلی. مثل تئاتر، مثل سینما، مثل ادبیاتش، شعرش، رمان نویسیش، موسیقیش، نتونستن. تمام چیزهایی که الان اشاره کردین شما که به اصطلاح تلاش میکنن از زیر این سانسور فشار در برن، علی رغم میل جمهوری اسلامی به وجود اومده. درسته. همون موسیقی های رپ مدرنی که به وجود اومده، بسیارشون بسیار بسیار زیبا و واقعا مدرن و متحول شده است. اینا علی رغم جمهوری اسلامیه. به همین دلیل اینا هیچ جایگاه رسمی در جامعه ندارن. نه درسته. نه. همچنان موسیقی سنتی، بله. تازه این موسیقی سنتی هم اونایشون اجازه دارن کنسرت بگذارن یا از رادیو تلویزیونشون پخش میکنن که اونا از هفت خان گذشته. بله. و تایید کردن اون چیزها و ناگزیرن. یعنی فکر میکنن که الان دیگه نمیشه موسیقی رو حذف کرد. درسته. ملت علیهشون برمیگرده. سینما ها رو نمیشه دیگه گل گرفت. بله درسته. باید یه چیزی باشه. حالا ما فیلم ها رو سانسور میکنیم، ولی سینمایی که باید باشه. درسته. اینا چیزی است که رو دستشون مونده، کاری هم نمیتونن بکنن. و من اینجا معذرت میخوام زیاد گویی کردم. نه خواهش میکنم. اشاره کنم. همین خامنه ای دو سال پیش فکر میکنم تو یا سه سال پیش گفته بود به یکی از همین چیز، گفته بود فرهنگ و هنر خاکریز تسخیر نشده ی اسلامه. حرف از این گویاتر، خاکریز
تسخیر نشده انقلابه، انقلابه، یعنی نمیتونن از پسش بر بیان. درسته. و که من تو یکی از سخنانی گفتم، گفتم ایران خاکریز تسخیر نشده انقلابه. برگردیم به سانسور. میدونم به حال اشارم کردید به درستی که نوع سانسور فرق میکرد در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. شکی نیست که یک محوطه وسیع تری رو سانسور میکنن در حال حاضر و در این 30 سال. ولی خود این مشکل سانسور همیشه، شما هم اشاره کردید در مورد حتی خوندن بعضی از کتب به اصطلاح تکنیکی تئاتر رو، نمیدونم اینها مشکل، به قول خودتون که گفتین با یا اون زمان کتابای زاله، حالا این زاله هم الان میگن کتابای ممنوع بوده اون موقع اسپورده شده، یعنی در واقع اون موقع هم سانسور بوده. این سانسور و این به اصطلاح مشکلاتی که اشاره میکنید به درستی در زمان گذشتم که بوده، نوعی به قول معروف به بال و پر شما هم گرفته شده و شما در زندان بودین در قبل از انقلاب. این در چه رابطه بودش؟ من اشاره بکنم، خواهش، تفاوت کیفی و اساسی سانسور رژیم گذشته با سانسور فعلی در این بود، یعنی آدم از اینجا احتمالا میتونه شروع بکنه که اون رژیم رژیم سکولار بود و به هیچ وجه به اصطلاح مثل رژیم امروز که مذهبی است قوانین اسلامی رو به اون شدتی که امروز رعایت میکنه اون موقع رعایت نمیکرد. در اصلا نبود تو این جریان. درست. این یک. دوم این که یک به اصطلاح اون رژیم خودش رو، شاه همیشه این ادعا رو هم داشت، یک جامعه مدرن میخواست به وجود بیاره دقیقا. که ارزندام بکنه در برابر غرب صنعتی و پیشرفته. بنابراین یک چیزها رو رعایت میکرد. شاه همیشه یک چیزهایی رو به لحاظ به اصطلاح انعکاس بیرونیش رعایت میکرد. اینها اصلا این چیزها رو هاشون، اینا قانون خودشون داره. بله. اسلام عزیز است و خودشون. بله. یعنی این تفاوت کیفی بین این دو رژیم خیلی چیزایی رو در عمل به وجود میاره. روشنه. بله. واضحه. اما گرفتاری من به اصطلاح در زندان رفتن برای اینکه ما تقریبا اون اواخر رژیم، یعنی سال 53 که همه گروه ما، انجمن تئاتر ایران، همه رو دستگیر کردن بردن، تنها گروه مستقل و به اصطلاح ماندگاری بود که مونده بود تو مستقل از حکومت، مستقل از حکومت، مستقل از هر جریان سیاسی، از هر جریان فرهنگی یا صحیح. اجتماعی. یعنی ما کار میکردیم، پول خودمون رو میگذاشتیم، بودجه خودمون رو داشتیم و پولش بر میگشت یا بر نمیگشت و ادامه میدادیم. همیشه بعد از انقلاب هم من همینطور کار کردم، تک تک افراد از جیبشون میدادن هزینه محلی که داشتیم، هزینه نمایشنامه هامون و کارامون انجام میشد. یک پنی غیر از یک نمایش، اولین نمایش که من به توصیه یکی از محترمترین و دوست داشتنی ترین صالح ترین بازیگری که من میشناسم بعد از انقلاب انتخاب شد به عنوان رئیس اداره تئاتر، جمشید مشایخی که من براش بسیار بسیار احترام قائل هستم، به من اطلاع داد که شما در واقع صالح ترین یا کلمه‌ش رو به خاطرم نمیارم. بله بله. به خاطر نمیارم الان، ولی گفتش شما تنها گروهی هستین که موجه هست، لازم هست که بودجه بگیرید از اداره تئاتر. بله بله. ما برای نمایشنامه اولمون بخش عمده بودجهمون رو از اداره تئاتر گرفتیم. بعد از اون یک پنی ما از یک شاهی، از هیچ نهادی نگرفتیم در دوره قبل رژیم شاه، که اصلا به هیچ وجه، همیشه از جیب خودمون گذاشتیم، از بودجه خودمون کار کردیم و همین آن گرفتاری. بله، گرفتاریتون. ما تنها گروهی بودیم که در واقع
مستقل بودیم، زیر بار نرفته بودیم که وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بشیم، صحیح، که از اونا پول بگیریم و از اونا هم چیز بگیریم، مجوز نوع بیان که آره مثلا بتونیم باشون راه بیم. ما مجوز خودمون رو میگرفتیم با شیوه‌ای که بلد بودیم، چیزایی که نباید تو متن میذاشتیم نمیذاشتیم، ولی روی صحنه اجرا میکردیم. و بالاخره هم به همین دلیل این گروه رو خواستم که از شرش خلاص بشن، که تا انقلاب ما زندان بودیم، وقتی انقلاب شد آزاد شد. فقط به خاطر همین یا اینکه البته نظریه که سیاسی هم بود، ما اغلبمون نظرات سیاسی داشتیم، یعنی سیاسی متفاوت با هم حتی بله، بله مثلا آقای یلفانی متفاوت از من الان سیاسی فکر میکرد، ولی یه عنصر سیاسی و رژیم به عنوان اپوزیسیون میشناختش، به عنوان مخالف رژیم میشناختش، من رو به عنوان مخالف رژیم میشناختن. سعید سلطانپور که تا 52 با ما کار میکرد به عنوان مخالف رژیم میشناختنش. خب به همین دلیل ما قبلا به دلایل مختلف که هیچ یکیش هم سیاسی نبود زندان رفته بودیم. درسته. سال 53 انجمن تئاتر ایران رو خواستم ریشش رو بکنن در بیرون نزنن، در نتیجه همه رو دستگیر کردن بردن و بیش از 60 خورده ای سال زندانی ما محکوم شدیم، به زندان محکوم شدیم. خود من 12 سال محکوم شدم. صحیح. تا انقلاب ما اغلبمون در زندان بودیم، با انقلاب آزاد شدیم. بله. تحت چه به اصطلاح جریانی چی گفتن؟ آه. درسته که میدونم آقای یلفانی گرایش سیاسیشون رو میشناسم، زنده یاد سلطانپور رو میشناختم از نظر سیاسی، یا حالا بقیه دیگه تحت چی بودش؟ یعنی به صرف این که چون آخه ردبندی های مختلف موجود بودش، بله، بله. به صرف این که یک گروهی فرضاً مخالف حاکمیت هستش، خب یک دلیلی باید بیارن برای چی گرفتنش. عرض میکنم خدمتتون. ببینید هر پرونده ای رو، هر فردی رو که پروندهش تکمیل میشد، بازجوییش، شکنجهش، هر چیزی تموم میشد، ساواک باید یک نظریه مینوشت. صحیح. بر اساس ارزیابی خودش طی اون مدتی که بازجویی کرده این فرد یا این گروه رو، که بده به دادگاه. بله. دادگاه هم دادگاه نظامی بود دیگه. بله درسته، نظام سیاسی بود. نظریه‌ای که ساواک برای ما نوشت، اون تعیین کننده برای سال زندانی، بله دقیقاً، بله. تشکیل گروه کمونیستی زیر پوشش تئاتر، که اصلا چنین چیزی نبود. هیچ یک از ما عضو هیچ سازمانی نبود، ارتباط تشکیلاتی با هیچ سازمانی، با هیچ گروهی، چه ادبیش، چه سیاسیش، چه اجتماعیش، چه اقتصادیش، چه بازارش، هیچ جا نداشتیم. ما آدمای مستقلی بودیم که اجتماعی فکر میکردیم، سیاسی فکر میکردیم، میخواستیم کار تئاتر درست و حسابی بکنیم. من حرفه‌ای. با این نظریه شروع کردن، از 12 سال به من دادن، 11 سال به درویشیان دادن که اصلا اهل تئاتر نبود، فقط رفیق ما بود، میومد و میرفت. 6 سال به دوست دیگر من علی طلو دادن که الان سوئیس زندگی میکنه. آقای محسن یلفانی 4 سال محکوم شد. برادر همسر من احمد هوشمند 4 سال محکوم شد. اون یکی 3 سال محکوم شد. همینجوری چندین محکومیت 4 ساله داشتیم، 3 ساله داشتیم تا 1 ساله. درسته. یک سری رو هم که به دادگاه نفرستادن، از 1 ماه تا 13 ماه در زندان بودن. بله. خواهر من یکی از اونا که چند ماه زندان بود، ولی به دادگاه نرفت. ربطی هم به گروه تئاتر شما نداشت؟ با گروه ما کار میکرد. کار میکرد. تو گروه خود من کار میکرد، خواهر من. و شوهرش رو دستگیر کردن. و یعنی اینجوری دوروبر ما رو یه 50 خورده ای نفر دوروبر ما دستگیر کردن. صحیح. که اصلا ربطی به تئاتر نداشتن. صحیح. یه جور انتقام گیری، یه جور به اصطلاح ریشه‌کن کردن. صحیح. خب پس به حال نشد دیگه، به حال ادامه دادی. چون یادم موقعی که سلطانپور اومد خارج از کشور، تقریبا یک سال و نیم قبل از انقلاب بودش. بله. سال 56 آزاد شد. بله 56 اومدش اونجا. من با اون چند نفر دوستان خودش اومدش، من از اونجا ایشون رو میشناختم، البته از شبهای شعر میشناختم ایشون بعدن. به حال خب اونا گرایششون روشن بودش، به حال به عنوان طرفدار فدایان چیز چریکای فدای خلق، اونا تو اون زمینه بودن. ولی خب
الزامن هم که شما میگین هیچ کدومشون با بقیه گروه رابطه مشخص تشکیلاتی نداشت. سعید سلطانپور هم تا اون زمان ارتباط تشکیلاتی با سازمان نداشت. نخیر وقتی آمد خارج این ارتباط برقرار شد. صحیح. تا وقتی که در ایران بود گرایش بود. بله بله درسته. به مبارزه مسلحانه. خود من به مبارزه مسلحانه گرایش داشتم. درسته. ولی ارتباط تشکیلاتی به هیچ وجه نداشت. نبود. رفقایی داشتیم هر دوی ما، بیشتر ما، با کسانی که از بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق بودن ولی ارتباط نداشتیم باشون. بله. از لحاظ سیاسی به هیچ وجه. سمپاتی یا به حال طرفدار و این حرفا بودن. مثل خیلی از مردم عادی که بله. در واقع اون موقع بله. بودن، حالا به بله. حال گذشته رفته. خب اگر وقتی هستش کوتاه مدت برسیم امروز. خواهش می‌کنم. حالا وقتی داریم؟ وقت کوتاه داریم. بله من اجازه بدین وقت اینجا این ساعت اینجا مثل این که بله 5 دقیقه وقت داریم. برنامه‌تون برنامه شما چیست در؟ من در حال حاضر از لحاظ تئاتری متاسفانه باید بگم برنامه معینی ندارم به دلیل تنگناها و مشکلاتی که در بگم نمیخوام بگم کامیونیتی ایرانی بلکه ما متاسفانه کامیونیتی نداریم. کامیونیتی ایرانی نیستیم به معنای دقیق کلمه. ما جماعت پراکنده ایرانیانی هستیم که اینجا اونجا زندگی میکنیم. بنابراین به همین دلیل هم تا امروز هیچ نهاد فرهنگی منسجمی که بتونه دربر بگیره آدم‌های متفاوت و با سلیقه‌های مختلف افکار مختلف به وجود نیامده. درست. تقریبا در هیچ جای دنیا به وجود نیامده. درست. میان ایرانیان این مشکل اساسی است. من به تنهایی نمیتونم کاری بکنم. صحیح. آدم‌ها گرفتاری‌های خودشون دارن. تن نمیدن به تمرینات مستمر 3 روز 4 روز در هفته. بهم. هر بار 3 ساعت 4 ساعت. بودجه وجود نداره، جایی وجود نداره. الان یک جا در همه این شمال کالیفرنیا وجود داره، یک جای کوچولو با 50 تا صندلی به نام سنترال استیج. اینا از همون اول هی دست دراز کردن به طرف دوستانشون، اقوامشون، آشناهاشون، کسانی که تونستن کمک بکنن، تا الان رو پاش وایستده. نمیتونه پولش رو در بیاره، نمیتونه از اینهاش رو تأمین بکنه. برای اینکه حمایت اجتماعی میخواد. درست. حمایت کامیونیتی میخواد. درست. تا این حمایت من نیستش. بس به عنوان آدمی که 50 و چند سال الان بگم، با البته با حساب سالهای کار نکردم دارم میگم، از 1338 تا امروز در این عرصه بودم، هیچ کار دیگری هم نخواستم بکنم در جز برای نون در آوردنم، نون روزم، کار تئاتر کردم. امروز ناگزیر بیکارم، نمیتونم کار بکنم و اینکه حمایت وجود نداره، وگرنه تواناییشو دارم، عشقشو دارم و انگیزش رو به تمامی دارم و امکاناتش. ولی حالا من اینم به عنوان آخرین چیز بگم، مطلب بگم، تئاتر مصدق. بله. شما یکی از بازیکنان اون تئاتر بودین و آقای رضا علامه‌زاده تهیه‌اش کردن و کارگردانی کردن. چه چیزی، چه به اصطلاح جمع‌بندی و خاطره‌ای از اون دارین؟ تئاتر مصدق من اینطوری میتونم بگم آخرین خاطره خوش و مثبت مؤثر کار تئاتری من بود که با دوست عزیزم رضا علامه‌زاده داشتم و دوست دیگرم که اصل موتور قضیه بود، پول گذاشت، بیژن شاه مرادی. بله. که در دور اول ما ضرر کردیم. بله. در اروپا، فقط در امریکا پولش در اومد. بله بله. ولی اون پول گذاشت، گفت تا $100,000 من پشتتون هستم، برید و این کار رو بکنید. و به این دلیل کار موفق شد، تونست تبلیغش رو منظم بکنه. بله. تمریناتمون رو منظم انجام بدیم، سفرامون رو بریم و اجراهامون رو داشته باشیم. درسته. کار نمایشنامه مصدق یکی از نمایشنامه های بسیار مؤثری بود که درسته. باور کنید من برای اولین بار
یه چنین تجربه‌ای داشتم که با تماشاچی چجور تماشاچی جذب نمایشنامه میشه و شیفته موضوع، شیفته شخصیت نمایشنامه، ولی اینکه همه ما یک به اصطلاح خاطره تاریخی داریم با مصدق و جنبش مصدق. این رو نمیشه انکار کرد و عامل موفقیت نمایشنامه همین خاطره تاریخی، حافظه تاریخی مصدق. کاملا صحیح. امیدوارم که یادتونه من برگزار کننده سنوزه بودم. بله. و امیدوارم که اونجا ضرر نکرده باشید. نخیر ضرر نکردیم، بسیارم عالی برگزار. چون تنها جریان که به حال حرکت هایی که میشه تو این زمینه در واقع کسانی که برگزار کننده هستن به هیچ وجه نظرات مالی ندارن. بله. اونجا هم نبود. بله. اون چی که در اومد حالا به حال تبلیغاتش و خیلی تبلیغاتش هم به حال مجانی بودش. بله. چه تلویزیون آپادانا و چه تلویزیون‌های دیگه. بله. ولی به حال سعی شد که این به بهترین نحوی به حال نحوی آماده باشه و انجام بشه و بسیارم خوب بود. سالن پر بودش. بله. امیدوارم که بازم اصلا این کارا حال نه در این زمینه. امیدوارم بتونین میتونم. شما تمام کسانی که علاقمندن، تخصص دارن و در واقع خودتون حرکتی، من در حد خودم حقیقتش دارم تلاش میکنم، به خصوص اخیراً کوشش کردم ببینم که یک حرکت دیگه بکنم ببینم واقعا ممکن هست. بله. حتما میشه. امیدوارم. اصلا ناامید نشین. من منتظر پاسخ بینندگان هستم. شکی نیستش. امید یکی از بزرگترین مثل مسائلی است برای انسان ها که برن. همین مبارزه همه اکثریت گروه های سیاسی با تمام دیدگاه های خودشون علیه جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک جامعه آزاد و آباد و دموکراتیک، به نظر من همه امید دارن. اگر بخوایم فکر کنیم که جمهوری اسلامی ارتش داره، میلیون ها مزدور داره، نمیدونم بسیج داره، لباس شخصی و و و داره، خب بعد همه بریم بشینیم خونه همون هیچ کار نکنیم؟ نه. از اونجایی که این امید داریم، امید موجود هست، هر ذره ای، هر نمیخوام اون جمله صمد بهرنگی رو استفاده کنم دیگه، هر نوری هر چقدر هم که به اصطلاح کم باشد باز هم روشنایی است. به نظر من درسته، حالا هر کی گفته اشکالی نداره. درست. و درست هم گفته. واقعا به نظر من این هستش. موفق باشین. خیلی خیلی ممنون. یک دنیا ممنون از شما که خواهش می‌کنیم. من حالا در رابطه با به اصطلاح کشدار 67 کشتار دهه 60 که گفتم توضیح دادم شما یکی از سخنگویان لاغل تانچی که من میدونم در شهرهای مختلف کالیفرنیا بودید. بله. اگه ایزه بدین هفته آینده یا هفته های آینده در اون رابطه هم صحبت بکنیم. متشکرم. قربون شما. خب بینندگان عزیز سپاسگزارم از شما. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. من که خب خودم واقعا نه اینکه بگم میگم خود بینی و خود تعریف کنی، نه من خیلی واقعا همیشه ایشون آقای رحمان نژاد انسانی هستن که آدم وقتی صحبت باشون میکنه واقعا لذت میبره، خسته نمیشه. مرسی. و این یکی از به حال کارشون هم تئاتر دیگه، به حال هنرمند هستن. این هستش که امیدوارم که مورد قبول شما واقع شده باشه و باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود در شمال کالیفرنیا و باز هم با ایشون برنامه خواهیم داشت. امیدوارم روز روزگار بر شما خوب و خوش باشد. تا برنامه دیگر، بدرود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود